کنفرانس شورای استانداری استان پیمونته ایتالیا. ایران از سرکوب داخلی تا بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه، راه حل چیست؟ پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، و سخنرانی های سناتور جولیو ترسی، رئیس شورای استانداری پیمونته و گروهی از اعضای شورای استان. خانم مریم رجوی: امروز شکی نیست که ریشه این همه کشتار و خونریزی در منطقه رژیم ایران است. تا این رژیم هست، جنگ و خونریزی ادامه دارد و صلح غیر ممکن است. جامعه بین المللی باید در کنار مردم ایران قرار بگیرد و سردمداران رژیم را به خاطر جنایت علیه بشریت مورد حسابرسی قرار دهد. سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد و حق مردم ایران و کانونهای شورشی در مقاومت علیه پاسداران را به رسمیت بشناسد. سناتور جولیو ترسی: بسیج بیوقفه شیطانسازی و اطلاع رسانی دروغ رژیم ایران نتوانست مقاومت سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را تضعیف کند. ما باید به حمایت از مقاومت ایران و برنامه 10 ماده مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک برخیزیم. جلسه ای در شورای استانداری استان پیمونته ایتالیا با همکاری شورای استانداری و کمیته حقوق بشر استانداری و انجمن ایران آزاد و دموکراتیک با عنوان ایران از سرکوب داخل تا بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه راه حل چیست، در سالن اجلاس شورای استان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور رئیس شورای استانداری و گروهی از اعضای شورای استان برگزار شد، پیام خانم مریم رجوی و همچنین سخنرانی سناتور جولیو ترزی پخش گردید. Grazie. Buongiorno a tutti. Con appuntamenti come quello di stamattina vogliamo mantenere accesa una luce su fatti che hanno visto e vedono ogni giorno oppressioni e violenze orrende ed inaccettabili. در شروع این جلسه استفانو آلازیا، رئیس شورای استانداری و رئیس کمیته حقوق بشر استانداری گفت قیام مردم ایران دنیا را به دنبال خود کشاند. البته بهای سنگینی پرداخت شد، چرا که رژیم ایران به یک سرکوب گسترده روی آورد. هیچ انسانی نمیتواند در برابر این اوضاع بی‌تفاوت بماند. این رژیم قوانین و معاهدات بین المللی، از جمله معاهدات سیاسی و مدنی و حتی معاهداتی که در رابطه با کودکان اسرا نقض می‌کند. بحران عمیقی که خاورمیانه را در بر گرفته، نقش فعال رژیم ایران را نمایان می‌کند. جامعه بین‌المللی باید نقش مخرب رژیم ایران را خنثا کند تا از قربانی شدن انسان‌های بی‌گناه جلوگیری شود. È evidente che l'intera comunità internazionale deve continuare a monitorare il ruolo di Teheran e si deve adoperare senza sosta per far prevalere la diplomazia.